دیگه خوشبختانه بگم سینمای آریانا دوباره به فعالیت آغاز کرد و بعد از این دیگه فیلم های جدید افتتاح خواهد شد. گر گل نگوید از دور خودش خار می شود. و فعلا هم جریان داره که اجازهش داده شده برای ما که قطع ما خیلی همکار شده از طریق افغان فیلم و زبولای مجاهد. آها یعنی دو سیاری نمازو در چی جنه نه هم بیرده؟ در چی شایدی؟ خبره؟ نن جشنواره ده نن داریا ما سینما را نستل کی سنگ جشنواره؟ دگه هستن دوستای ما واقعا دکتن آدم خوش میشه خوش هستینی؟ شما هموطنان گلم بخیر، خدا کنه جور صحتمند و سرحال باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. باز هم در خدمت شما خوبان قرار گرفتیم و یکی کجا آمدیم و در کدام موقعیت قرار دارم میفهمین؟ نه خیر نمیفهمین، ما آمدیم سینمای آریانا دیگه خوشبختانه بگم سینمای آریانا دوباره به فعالیت آغاز کرد و بعد از این دیگه فیلم های جدید افتتاح خواهد شد و هموطنان ما میتونه فیلم سعی کنه و امروز هم آمدم یکی از فیلم های افغانی افتتاح میشه و ما میخواییم کوره به شما نشان بدم یکی کیها آمده از سینما، سینماگرا کی آمده، کی نامده و میخوایم کمرهشان مصاحبه داشته باشم، گپ بزنم، ببینم که یعنی چقدر خوش هستن، چند فیصد خوش هستن، چون در دوره امارات از دیگه دوباره سینما آغاز شد، شروع به فعالیت کردن. خب هموطنان گلم زیاد پرفی نمی کنم، میخوایم برم داخل، اینجا محتوا از خیلی گرم است، دیگه میکنم خراب نشه، مرا همراهی کنین تا آخر برنامه با ما باشین. ذکرت دلیل رونق گفتار می شود، بخت سخن از ذکر تو بیدار می شود. گر خار گوید از تو خودش بوی گل دهد، گر گل نگوید از تو خودش خار می شود. در کیش ما زکات زبان از تو گفتن است، به ذکر تو کار زبان درنو هیواتالو څنګه چې تاسو ته مې یادونه وکړله، نو سینما آریانا بیرته فعاله شوله او خوشبختانه وایمه چې نن یو نوی فلم افتتاح کیږي، جشنواره ده. نو دغلته مونږ سره یو مشهور سیره چې ډیر ټایم لګي، ډیر وخت کیږي چې سینما کې کار کوي او سینما کې داسې ځانګړي فلمونه جوړوي، ښایسته فلمونه جوړوي. د دې سیریز سره زه مطمئنه چې تاسو ټول آشنا استئ او بلد استئ. دا چې څوک ده ځان به خپله ځان معرفي کړي. السلام علیکم، جوړ پخیر. مننه. وعلیکم السلام تاسو ته، استاذ دانه، استاذ تلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو ته، زما رحمه زنګ د ملي تلویزیون لوبغاړی د پښتو د څانګې دلی د څانګې په دواړو برخو کې البته زه کار کوم، پروډیوسر، ډایرکټر او لیکوال. مننه، شکر. ډیر ښه. نو تاسو دا ماته وایئ چې لږ شان وخت نه بلکې ډیر وخت سینماګانې بند وو، دغه سینماګران یعنی نشو کولی چې سینما کې فعالیت وکړي. خوشبختانه نن سینما فعال شو بیرته، تاسو څه احساس لرئ نن؟ ډیره مننه. والله دا خو د خوشحالۍ احساس ده په دې چې سینما خپله یو ډیر ښه پدیده ده خلکو ته، د خلکو ذهنیت ته، او د هیواد هغه ناخوالې، هغه ستونزې مونږ کولی شو چې د سینما او د لنډ فلمونو او مستردونو په دغه برخه کې ورته ځای ورکړو او مقامات ته وړاندیز کړو. دا خو ډېره ښه خبره ده، واقعا نن د خوشحالۍ ځای. زه خپل ټول همکاران وینم او ټول سینماګران وینم، ټول ډېر دوستان وینم، او زه دا مننه کوم د افغانستان، د اسلامي امارات لوړپوړي چارواکو نه چې دغسې مراسم یې ونیوله، د سینماګرانو د جشنوارې، د لنډ مستند فلمونو او لیکونو په دغه برخه کې. شکر. بالکل، ډېره زیاته مننه.
هرچی سینمای کنونی غرب حاصل فرهنگی است که با اسلام سر و سازگاری ندارد، ولی سینما به لحاظ ماهیت ذاتی و امکانات بالقوه‌اش و ایجاد تصویر متحرک یعنی داستان سرایی با دین تعارضی نداشته و می تواند ابزار خوبی برای ترویج دین و شریعت اسلامی باشد. به خاطر فضایی را که بعد از پیروزی مجاهدین امارت اسلامی در کشور ایجاد شد، موضوع سینمای اسلامی و ترویج فرهنگ و شریعت اسلامی از طریق هنر سینما در بین یک تعداد جوانان مسلمان به یک آرمان تبدیل شده. کسی را در کنار خود دارم که واقعا خیلی زحمت کشیده در اصلی سینما و امرا چریش هم آشنا هستین که زیادتر در اعلانات هم کار کرده و در فیلم های مختلف کار کرده، نقش داشتن و ای که کی هستن خودش خودم معرفی میکنه. سلام، وقت شما بخیر. چی حال دارید؟ سلام، خوب هستین؟ صد تا خوب جور صد من قربان تان زنده باشین. چطور امروز؟ خوش خوش هستین ماشاءالله. دلیلش چیست؟ امروز دیگر زیاد خوش هستم، طالبان هم جای نامشون بخاطر که کل همکارای ما را میبینیم در سینما آریانا یک کنفرانس برگزار شده. دیگه هستن دوستای ما، واقعا دکتن آدم خوش میشه. اما وقتی که یعنی امارات اسلامی گفتن که سینما باید بسته شود، دیگه کسی حق نداره در سینما کار کنه، خودتان همون لحظه چی احساس داشته؟ حالا ما بخی با من یک قسم تعجب شد با من، ترسناک و بخی ترسناک که امینجا که داخل شدم که دیدم ایران ماندم، کل سینماگرای ماست، کل همشیدا که دوستای ما، کارخنده ما، همکارای ما، کلشان اینجا تشریف دارد، بخی قابل تعجب است. خودتان چند فیلم نقش داشتین؟ چقدر وقت میشه از سینما کار میکنین؟ ما مدت یک 6 سال میشه. 6 سال میشه. چند فیلم دارین؟ ما یک 4-5-6 فیلم داشتیم، زیادتر دیلان هستیم. دیگران سریال ها کار کردیم، همی سریال تازه که از طرف دولت ایران که آمدن آمده میکنن، دول نقش داریم. دقیقا، واقعا ما یعنی یک بار دیده بودم شان، اگه باید داشته باشن، و یک اعلان بود از معرف، اما دخترک مکتب شده باید داره؟ بله بله. واقعا که خیلی خوش گذشت با ما امروز و بسیار زن مهربان، خانم مهربان هستن. تشکر قربان تان. چی پیامی داری به هموطنهای؟ حالا به هموطنهای فیلم پیام دارم که دیگم چرا که ما زیاد زجر کشیدیم، زیاد جنگ ها رو دیدیم، زیاد خوش کنن که دست باز دست هم بتن از این کمی وطن ما میدارول امی امارات اسلامی که آمدن حکومت ما یک دولت آرام راحت باشیم دیگه، از مردم ما اینمی توقع داریم دیگه، بس خلاص. قربان تان، زنده باشید. سلامت باشید. زنده باشید. برای اولین بار است که ما این پیام را به جهان مخابره کردیم و منتقل کردیم که آمریکا و ناتو میتونه شکست پذیر باشد و این پیام بسیار قوی بود برای منطقه، برای جهان. و شما دیدید که تحولات اوکراین متعاقب تحولات افغانستان و بعد از قرار خطبای آمریکایی ها در افغانستان شکل گرفت. یورش های مقاومت اسلامی در اقصانهای جهان و در دنیای اسلام الهام گرفت از نهضت اسلامی در افغانستان. هم جهاد ما در برابر اتحاد جماهیر شوروی این پژواک را به دنیا منتقل کرد. سلام به شما، سلام به کسایی که ما را از چینل یوتیوب برنامه شمایی تماشا میکنن، انشاءالله ما در خدمت هستیم. زنده باشین، سلامت باشین. خب امروز چه احساس دارین؟ آمدین دوباره سینما فعال شد و اما که وقت که سینما بسته بود چه احساس داشتین و امروز که سینما دوباره شروعش تغاز شد چه احساس دارین؟ هر کس شاید احساس خوشی را داشته باشه که وقت خانه یک کس آباد شود، پس جور شود، خانه نو جور شود، خود به خود احساس خوشی دارم. طبعا ما امروز بسیار احساس خوشی داریم که فیلم های کوتاه را البته از طریق افغان فیلم و امارت اسلامی البته اجازه داده که فیلم ها جور شود و به طریق
شریعت اسلامی برابر. و ما خیلی خوشحال هستیم که امروز همه عزیزا را میبینیم که حضور دارن در سینما. شما میبینیم بسیار پر جمع جوش هست و خیلی خوشحال است همه سینماگرا که دور هم جمع هستن. میبینن که همه کس لبخند میزنه که پس فیلم شروع است. انشاءالله ما فیلم های خوبتر بهتر بسازیم و با شرایط امروزی که قسمی که برای ما گفته شده و همه تو شاید فیلم ساخته شده. کدام فیلمتان زیاد مشهور بود؟ از سابق میگی یا داره میگی؟ نه، اول خونه ساختین فیلم؟ همین فعلا انشاءالله فیلم ساختیم و فعلا هم جریان داره که اجازهش داده شده برای ما که قطع ما خیلی همکار شده از طریق افغان فیلم و زبیلای مجاهد اجازه شب ما داده شده. انشاءالله ما شاید بیننده یک فیلم خوبتر بهترتر و برابر به شرایط اسلامی باشه انشاءالله. و پیشتر گفتم کدام فیلم در فیلمایتان کدام فیلم تانسیات مشهور از بیننده داشت و شما را مشهور ساخت؟ فیلم خود ما فیلم ماتم بود که البته مشهور شدم به خاطر ما جلوه های ویژه البته در او کار کرده بودم و سر زبان ها معمول فیلم شد. بسیار خوب. اگر یک دیالوگ به ما پیش ببرین چی؟ ما خواهش میکنم مرفت چیخ نزنی سرم پس رفتم میشون مثل برنامه دیگه. خواهش میکنم ما از امروز بانگی ما خوش هستیم آمدیم که سینما باز شده همه دوستا خوش هست دیگه. امروز نه قار میکنیم نه چی همین لبخند ما رو بانگی با مردم باشه. دقیقا. خب چی پیام داری به هموطنت؟ یعنی دیالوگ خوب پیش نبرد خب خیرم. خب پیام آخرتان؟ پیام ما برای جوان ها برای مردم عزیز ما ایست که وطن ترک نکنین. وطن خانه خود ماست. انشاءالله زیر بیرق اسلام زندگی میکنیم همه ما. شما هیچ کس کسی فرار میکنه که دوز است، کسی فرار میکنه که آدم کش است. ما و شما خود یک مردم یک طبقه عاجز هستیم و ما و شما که آرام باشیم دیگه چی از این بهتر است. امروز ببینین شما همین موبایل تا تو گشتان نمیتونستی داشت در گوشت نمیتونستی. امروز همه چیز راحت است. انشاءالله آزاد میگردی از این سر افغانستان برو تا او سر افغانستان. انشاءالله هیچ ممانعت نیست. همگی آزاد است، همگی خوش است. یک کاروبار که باشد اگر پیسه که در جیبی بیتید کدام گپ نیست مشکل است. پیسه چه در سره بین و غلام در طول جهان ده که نه؟ تشکر بسیار جاد. خوب هموطنه گلام تا آخر برنامه با ما باشین و من همراهی کنه. خوب هموطنه گلام دیگه در فیلم خو فقط یک نقش مهم نیست. خودتان میفهمین که چی چیزا مهم است. نو فیلم چی جوریگی لیکوال دایرکتور دا باید پکی وی کنه. هر سنا مهم لیکل وی چی داستان څنګه لیکل کیږي او څنګه یو داستان وی کنم چی داستان خایسته نه وی لیکل خایسته نه وی هغه فیلم بخی بے معنا وی. دلته مون سره لیکوال دایرکتور دا او ډیر زیات کامیاب دی چې ډیر زیات فلمونه جوړ کړی دي او افغانستان کې یعنی افغانستان سینماګرانو سره ډیر زیات همکاری کړی ده. نو غواړم چې سره هم خبرې وکم. السلام علیکم. سلامونه نیک هله تاسو ته او استاذ د کامرې د لارې نه تاسو سره نو لیدونکو ته او ټول هیوادوالو ته ډیره مننه. شکریا. کولی شي ځان معرفي کې؟ زما نوم محمد عارف صافی دی. لکه څنګه چې تاسو وویلې دومره کارونه زما په وجود کې نشته. البته ناشته ده تاسو زموږ ویاړ استئ. مننه کور ودان. نو زه په اصل کې لوبغاړی یم، ممثل یم. ډیرو ډرامو کې په تلویزیونی سریالونو کې په تصویري تمثیلي پارچو کې مې کار کړی. نن دا ستاسو په خدمت کې. نو ډېر ښه. نو څنګه تاسو دا انګیزه پیدا شوه چې تر څو لیکوال شئ او ډرامو کې کار وکړئ؟ څنګه دا انګیزه تاسو ته پیدا شوله؟ ځینې خلکو له چې څوک پوښتنه کوي په هره برخه کې چې هغوی تجربه لري وایي چې څه باعث شو چې دې برخې ته راغلی. اکثریت دا وایي چې زما شوق علاقه وه. خو زه فکر کوم جوړم دغه مسلک ته. ما چون چې نوی زه رسنیو ته راغلم په شروع کې زما د راډیوي ډرامو نه پایل مې د راډیوي ډرامو نه وکړه چې په هغې کې د نوي کور نوي ژوند ډرامه کې مې کار کوو. همدارنګه په ازادۍ راډیو کې مې په یو کلی زرغږونه یو ډرامه په هغې کې مې کار کوو. وروسته بیا تصویر ته لاړم چې بیا د تللې زمانې په نوم باندې یو سریال په ملي تلویزیون کې په هغې کې راڅرګند شوم او ورپسې د سول او سیال سریال چې ډېر زیات مشهور هم و یعنی د شمشاد له ټي وي څخه یې خپروله. نو ډېر پښتانه هغه به په ډېر مینې سره کتله. نو واقعاً چې هغه ډېر زیات مشهور شو که نه د هغې لیکوال څوک و؟ هغې تقریبا دوه درې لیکوالان درلودل چې یو انور وفا سمندر و تر څنګ یې
زمونږ یو بل پیوړی لیکوال چې اوس مې نوم په ذهن کې نشته. خیر ده، پیری ظاهری ده، دا خبرې داسې. نو هر چیرې چې خدای دې ژوندی لري، خو واقعاً چې ښه لیکنه وه، ښه موضوع وه، دا هغه وخت د حالاتو سره جوړ او برابر و. که یو لنډ تمثیل موږ ته ولوبئ. لنډ تمثیل به د څه شي په اړه درته ولوبئ؟ هر څه چې ستاسو خوښ او مرضي وي یو لنډ تمثیل کول وبئ، ولې چې سینما ده که نه، فضا یې جوړه ده، نو ډېر خوند کوي که یو تمثیل موږ ته ولوبئ. ښه، فکر وکړئ چې زه وروسته له ډېر وخته او یا وروسته له هغې نه چې زموږ ذهن او فکر دې ته آماده نه و چې بېرته به سینما فعالېږي او هنرمندان به خپل کار کوي، او زه نوې خبرېږم چې سینما فعالېږي او هنرمندان کولی شي چې خپل فعالیتونه وکړي. نو غواړم د خپلې خور سره مهرباني زه په خدمت کې یم، ولې چې زما د سینما خپرونه ده او ډېر زیات تمثیل ما کړی ده. مهرباني خورې. او ورور جانه څه خبره ده؟ خیریت خو وایي؟ ولې دومره وارخطا یې؟ ډېر زیات وارخطا یم. څه شوي دي؟ کوم جلۍ خو بد نه یې لیدلې بهر؟ نه نه نه، د جلۍ خبره نه ده، هغې نه راته په ارزښت ده، د هغې نه راته ډېرې وړینه موضوع او ډېر ښه خبر. اوهو، یعنې داسې اړینه موضوع ده چې جنۍ نه هم ډېره ده؟ دا څه شی دي؟ خبرې نن جشنواره ده، نن د آریانا سینما پرانستل کېږي. څنګه جشنواره؟ سینما پرانستل کېږي، سینماګران کولی شي. سینما؟ بالکل. یعنې امارات په وخت کې سینما بېرته فعاله شوه؟ بالکل. دا خو هېڅ امکان نه لري، زه سوچ نه کوم چې داسې یو څه وشي. تا به خوب لیدلی وي. نه نه، خوب نه ده، حقیقت ده. د سینما تعریف یوازې دا نه ده، د سینما تعریف یوازې دا نه ده چې په هغې کې د منفي شیان وي، په هغې کې د منفي تصویرونه وي. موږ کولی شو چې اصلاحاتو خواته لاړ شو، د سینما د لارې نه په شریعت کې موږ پرمختګ وکړو، د خپلې ټولنې ته خدمت وکړو. زه ډېر زیات خوشحاله. ښه، لالا ته کښېنه، زه په دې خوشحاله کې برته ګرمې ګرمې پراټې پخه کړم. زه سما چې پراټې درته پخه کړم، واقعاً ډېره زیاته خوشحاله شوم. فلم لیدو ته خو بیا ځو که نه؟ حتماً. او ځو، له خیره، زه پراټې پخوم، بېرته سر راځم. اینجا آمده دیگه یک مدل و در سینما هم خیلی نقش داشت و فیلم های زیادی کار کرده بود. سلام، وقت شما بخیر. تشکر. در نخست سلام با شما غزال جان. سلام، مرا شناختی یعنی؟ غزال جان واقعا دختر بسیار مؤدب، خوش اخلاق. سلام تقدیم شما و از طریق شما برای تمام اعضایی که چنل یوتیوب شما رو بیننده هستن، امید که یک روز خوب و خوش را آغاز کرده. زنده باشین، سلامت باشین. فیاض جان، امروز چی احساس داری که سینما دوباره آغاز شد و هم مسلکه تا میبینی؟ چی احساس داری؟ در نخست تو من خیلی خوشحال هستم به خاطر از اینکه من بعد از 8 ماه با دوستای خودم میبینم، هم قطارای خودم میبینم، البته اون هنرپیشه هایی و کارگردان هایی میبینم. خیلی خوشحال هستم و ای که در سینما باز شده و در این خیلی خوشحال هستم که میتونه همه عزیزا و هنردوستا به سینما و از فیلم های اسلامی لذت ببرن. آها، تشکر بسیار زیاد. میشه یک خاطره جالب قصه کنی؟ خاطره جالب خاطره جالبی است که امروز و پیشتر که امرای خودت رخ داد برای من خیلی جالب بود. چطور یعنی؟ که وقتی مرا میگفتین بیاین مصاحبه امرای من، با اوجا متوجه کامره نبودی، وقتی من شما ریدم متوجه کامره شدن، خیلی اگه اکشن عالی کردین، این برای من خیلی جالب بود. دیگه دقیقا پیشتر دیگه همکارای زیاد اینجا هستن که برنامه جور میکنن، من پیشتر ایل فقط زو دیگه اگه برنامه ما را خراب کنید. واقعا جالب بود، تشکر بسیار زیاد. چی پیام میداری به هموطنان؟ و پیام ما ای است که بیان سینما و از پناناته که فعلا سینما باشده، بیان سینما و از فیلم های اسلامی فرهنگ ما هست، بیان ببینن لذت ببرن. قربان تان، زنده باشی، سلامت. خب هموطنان گلم، این بود برنامه امروزی. خدا کنه لذت برده باشین و خوش مایزان آمده باشین. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتان میسپارم. هر جا که هستین خوش و خندان باشین، همیشه لبخند بر لبتان باشه. الله یار نگهدارتان. ببین.